Oh 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 oh. به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف هفتم امیدوارم که جور سعدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را میخوانیم درست است؟ و فصل چندم هستیم فصل ششم درس سوم اما عنوان فصل ششم شما چی بود خطوط موازی و عمود خب ما شما امروز چه عنوان هایی رو باید بخونیم اهداف درس امروز ما شما چی است یک موازی بودن دو خط در صورتی که زوایای متوادله چی باشد مساوی باشد درست است و دوم زوایای متوافق هم باید با هم بخونیم اگر یادتان باشد درس گذشته ما زا... زاویه های متبادله داخلی و خارجی را خاندیم. گفتیم اگر دو خط موازی ما و شما داشته باشیم یا خط مورب یا خط قاطع درست است که کج بشه نظر به اردو یا را قد بسازه اش تا زاویه گفتیم جور میشه که گفتیم چی است زاویه های متبادله داخلی داریم چهار تاش متبادله داخلی است چهار تاش متبادله خارجی است و سر تخته شکل کشیدیم یا تا نسیگنه و گفتیم کدام متبادله داخلی کدام با هم برابر میشه و متبادله خارجی کدام با هم برابر میشه خب امروز ما اول چی رو میخوانیم؟ اول اگر عالی زاویه های متواادله با هم برابر باشد میتونیم نتیجه بگیریم دو خط موازی است ما در گذشته ما و شما چی بود؟ اگر دو خط موازی باشد 100 فیصد زاویه متواادله با هم برابر است عالی امروز ما میگیم که اگر زاویه های چه داخلی چه خارجی فرق نمی کنه با هم مساوی باشد 100 فیصد دو خط چی بوده؟ موازی بوده. درست است این درس اول ما شما میشه و بعد از اون رو زاویه های متوافق را میخانیم. که او چی است دورم تعریف میکنیم خب پس شاگرد عزیز قبل که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را باید به ما روان میکردید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم چند است 20964 780, 255, اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسان کنید خب شاگرده عزیز بریم سر تخته و درس امروز شروع کنیم خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است درس امروز ما و شما زاویه های متوافقه البته عنوان دوم است اما عنوان اول ما و شما چی است موازی بودن دو خط در صورتی که زاویه متوادله برابر باشد یا مساوی باشد پس دقت کنید ما و شما گفتیم که درس گذشته اگر دو خط موازی داشته باشیم دو خط موازی داشته باشیم سایست یا خط چی خط مورب دقت کنید دقت موازی رو به ما و شما نشان میتونیم بدیم به شکل درست است خط ال1 و خط ال2 و این خط هم چی باشد نامش دی باشد مورب یعنی قاطع قطع کنه یار داره گفتیم 8 تا زاویه جور میشه درست است زاویه یک دو یعنی پایین مثلا 3 باشد یعنی 4 باشد 5 6 7 و 8 اشت. یا 8 تا زاویه جور میشه زاویه یک با زاویه پنج متبادله داخلی است زاویه سه با زاویه هشت متبادله داخلی است درست است پس دقت کنید چی است زاویه یک مساوی است با زاویه پنج که یه نامشون چی بود؟ متوادله داخلی و زاویه سه هم با زاویه اشت متوادله داخلی است دقت کنید اینی زاویه یک حاده است زاویه 5 هم حاده است حاده رو میفاییم کچکتر از 90 درجه است یعنی اینی یک با 5 مساوی میشه زاویه 3 هم منفرجه است از نود بیشتر است و زاویه 8 هم از 90 بیشتر است منفرجه است سه با 8 میشه پس زاویه 3 مساوی است با زاویه اشت اینا چی بودن؟ متواادله داخلی چون اینا داخل بودن داخل دو بودن درست است متبادله چی داخلی اردشان متبادله داخلی بودن خب زاویه متبادله خارجی کدام بود دو با شش یعنی ها یا دو شش هر دوش است از 90 کمتر است پس زاویه دو مساوی با زاویه شش دو با شش و چارم هم با افت سیست و زاویه چهار مساوی با زاویه هفتهی هر دو چه بودن اینا هم متبادله خارجی بودند متبادله خارجی خب شاگرد عزیز دقت کنید درس گذشته ما شما همی بود گفتیم اگر دو خط موازی باشد زاویه متبادل داخلی با هم مساوی است متبادل خارجی هم با هم مساوی است دقت کن حاده با حاده مساوی میشه دیگه حاده با منفرجه که مساوی نمیشه یک کوچکتر از 90 است یک بزرگتر از 90 است یا یک با 8 نگیر یا یک با 5 سه با 8 دو با 6 و درست است افتم با 4 صحیح است حاده با حاده منفرجه با منفرجه خب پس اگر دقت کنید شاگرد عزیز دو خط موازی باشد یا خط موارب یا قط یا کج بیاره قد کنه یا اردو را اشت زاویه جار میشه چهار تا متبادل داخلی چهار تا خارجی که متبادل داخلی با هم مساویست خارجی با هم مساوی است. حالی درس روز ما با شما برعکس عزیست میگه که اگر ما با شما دو خط داشته باشیم نه میفهم موازی است یا نه فرق نمی کنه ما دو خط داریم یک خط آمده یا قد کرده و زاویه یک با زاویه پنج مساوی است. زاویه متبادل داخلی با هم مساوی شده پس می توانیم نتیجه بگیریم شاگرد عزیز که دو خط با هم چی بوده 100 فیصد موازی بوده آفرین پس درس امروز ما با شما سرچپه درس قبلی است درس قبلی می گفتیم اگر موازی باشد یا مساوی است عالی میگیم که اگر یا مساوی باشد یا دو خط چی است موازی است سیست پس موازی بودن دو خط دو خط که چی باشد زاویه متبادلشان با هم مساوی باشد حال هر کدام میکن. از باشه فرق نمیکنه از هر چهار هر کدامش شما دیدی مساوی باشه نتیجه میتونیم بگیریم که چی است دو خط ما و شما موازی است زاویه متبادل داخلی حاده رو بگیر یا منفرجش بگیر فرق نمیکنه زاویه متبادل خارجی حاده یا منفرج هر کدامش دیدی که با هم مساوی باشه میتونیم نتیجه بگیریم که چی است دو خط ما و شما موازی است پس درس گذشت ما شما و شما از این بود یعنی چی ال1 موازی است با ال2 ما هم نتیجه هم می گرفتیم ایاره سیست اینا اینا نتیجه گرفته میشد دیگه که ایا با هم چی بود زاویه یک مساوی با زاویه 5 سیست زاویه 3 و زاویه 3 مساوی با زاویه 8 و زاویه دو مساوی با زاویه 6 زاویه دو مساوی با زاویه 6 و زاویه 4 مساوی با زاوی 7 سیس زاوی 4 مساوی با زاوی 7 این درس گذشته ما و شما بود اما درس امروز ما و شما چی از شاگرد عزیز دقیقاً برعکس هست یعنی هر کدام از این 4 تا مساوی شما داشته فرق نمیکنه یک تاشون داشته سیس یک تاشون داشته نتیجه میگیریم که یک با ال چی است 100 درصد موازی است پس درس اول ما شما به شکل است خب حال تختر پاک میکنم یک تا سوال کار میکنم از همین درس امروز ما شما درست است پس تختر پاک میکنم خب شاگرد عزیز یک تا مثال کار کنیم از درس امروز ما و شما سوال یا مثال فرق نمی کنم مثال نمیشت میکنم کنم گفته که شما بگین که کدام دو خط با هم موازی است با اون مثال با ما و شما این شکل مت بعد میگه که چی میگه اینی هست سی درجه سعی است هم هست سی درجه خب شاگرد عزیز این دو خط با هم مغازی است یعنی سوال با ما و شما گفته خط l 1 و l 2 نامزی باشد l 1 باشد l 2 هم باشد خط D گفته این دو زاویه با ما و شما داده سی درجه گفته مشخص کن l 1 و l 2 مغازی است میگیم بله چرا چون زاویه های چی داریم متبادله داخلی حاده دیگه نه گفتیم ای, ای ار دو رو میگیم متبادله داخلی حاده ای ار دو رو میگیم زاویه متبادله داخلی منفرجه پس زاویه حاده داخلی داخلی حاده متبادله با هم چی است مساوی است پس میگیم که چون زاویه سی درجه میگیم چون زاویه های متبادله داخلی متبادله داخلی با هم برابر است پس چی است؟ شکل عزیز؟ پس ال یک موازی است با ال 2 مثلا تا نتیجه میگه ال و ال دو موازی است هم یک طرف در رفت سه خب مثال بعدی با ما و ما شما خط به شکل داده بعد مثال دیره با ما شما داده چند؟ یک سد و درجه و این با ما شما داده یک سد و درجه یه ارز خط با هم موازی است میگیم نخیه چون زوایای متبادل داخلشان با هم مساوی نیست یک سد و چل است و یک سد و درجه است پس میگیم که چون زوایه های متبادله داخلی با هم برابر نیست پس چی میشه شکل عزیز؟ پس ال یک موازی نیست با ال دو الموازی نبودن بهش خط روی موازی علامه موازی خط میکشیدیم سیست؟ پس الیک با پس در اینجا الیک و الدو موازی شد به شک میمانیم اما دیا نمیمانیم چون موازی نیست درست است خب شاگرد عزیز یک تا باید اینجا کار میکنم من به بکشم در اینجا کار میکنم سایست با ما شما داده ایده 40 درجه و اینم با ما شما داده چی؟ درجه خیست گفته که اینی ال 1 هست اینی ال 2 هست یه هم خط دی هست شاگرد عزیز به ما شما به شکل داده سواله گفته شما بگین خط ال 1 و ال 2 موازی یا نه دقت کنید اینی زاویه 40 هست اینی زاویه هم 40 هست یه چی هست زاویه های متبادله خارجی است چون خارج است که دو خط موازی است دقت کنید خودت موازی ما و شما همیشه شکل به این صورت نمیته. ممکنه به این شکل شما خط بته. پس اینی ال 1 با ال 2 چی میشه موازی میشه چرا چون زاویه 40 با 40 مساوی میشه یار چی است متبادله خارجی پس نشون چون زاویه های خارجی با هم مساوی است پس نتیجه میگیریم که دو خط ال 1 و ال 2 ما چی میشه موازی میشه پس من نشون میکنم ال با ال 2 دیگه چون جای نیست دیگه خودت چون زاویه متبادله خارجی با هم برابر است پس در نتیجه چی میشه ال موازی میشه با ال پس یارم برش من به پس ال یک چی شد موازی شد چون زاویه چی است متبادله خارجی است یا چه بود داخلی یا هم چه بود داخلی سعیش پس شاگرد عزیز ما و شما از روی زاویه های داخلی اگر ببینیم با هم مساوی باشد می نتیجه داخلی یا خارجی فرق نمی کنه باشد می نتیجه بگیریم که دو خط ما و شما چی است موازی است درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پس موازی بودن دو خط در صورت تساوی زاویه های متوازله چه داخل چه خارجی فرق نمی کنه می توانیم نتیجه بگیریم که دو زاویه ما شما چی دو خط ما شما چی است موازی است در صورتی که زاویه متوازل داخلی یا خارجی با هم چی باشد مساوی باشد یا برابر باشد هر کدامش هم باشه فرق نمی کنه و اگر دیدیم اگر زاویه متوازله با هم مساوی نبود میگیم که چی شاگرده عزیز دقت کنید حاده رو با, هادر با هادر باید چک کنید ها حاده با منفرجه چک نمی ها حاده با منفرجه مسلم است که مساوی نیسته زاویه متبادل داخلی حاده با حاده منفرجه با منفرجه زاویه متبادل خارجی حاده با حاده چک میشه و منفرجه با منفرجه چک میشه درست است خب پس ما یک تیک مارک میکنیم شاگرد عزیز اما زوای متوافقه پس میریم سرتخته تخته ما پاک میکنم و میگم زوای متوافقه چه رقم است پس بریم سرتخته خب شاگردی عزیز و گرامی زاویه های متوافقه پس من نوشته کنم زاویه های متوافقه زاویه های متوافقه خب زاویه متوافقه چی است باز دوباره ما شکل می کشیم شاگرد عزیز اگر دو خطی گفتیم موازی داشته باشیم صحیح خط ال1 با خط ال2 موازی باشد ال1 هم خط چی هست؟ یه علامه رو و یک تا خط مورب کج حالا دیر به این بکشن فرق نمی باید به اون قبل بکشن یه یعنی خط چی باشد؟ خط دی شما باشد گفتیم هشت تا زاویه جار میشه زاویه یک زاویه دو زاویه ی سه اینی زاویه چهار، اینی زاویه پنج 6 شش هفت فرق نمیکنه نام دیگه ما به ترتیب نامگذاری کردم زاویه گفتیم یک با پنج چی است متبادله داخلی است زاویه سه با هشت متبادله داخلی است زاویه دو با زاویه شش متبادله خارجی است زاویه چهار با زاویه هفت متبادله خارجی است درسته این زاویه متبادله بود اما زاویه متوافقه چی است میگیم که ما و شما همین دو خط موازی ال و ال داشته باشیم خط دی هم مورب یا یا یار یا قطع, یا قطع, یا قطع کند ما زاویه یک تا از متبادل داخلی حاده با متوا... با خارجی حاده را میگه متوافقه پس دقت زاویه یک با زاویه شش میشه چی زوایای متوافقه میشه زاویه دو با زاویه پنج میشه یعنی خارجی اینی داخلی یک تا خارجی و یک تا داخلی زاویه چهار متوافقش کدام است شاگرد عزیز باید از داخلی بگه آفرین با اشت میشه و زاویه افت با کدام میشه با سه میشه درست است پس زاویه متوافقه میگیم زاویه یک چی است یک از داخلی گفتیم تا از خارجی باید بگین سه است. داخلیش میشه یک خارجیش میشه شش پس زاویه یک مساوی با زاویه شش به اسم چی زاویه متوافقه است یا زاویه متوافق هم با هم چی مساوی دیگه خب زاویه یک با شش متوافق است زاویه دو با پنج میشه زاویه دو با زاویه پنج مساوی و یام چی است متوافقه و دیگه چی زاویه 8 بگن از گفتیم 8 با چی میشه خارجی میشه داخلی است خارجی و چار میشه زاوی چقدر چگرده عزیز با زاوی چار مساوی میشه و زاوی هفت هم با زاویه سه میشه زاوی 7 با زاوی سه با هم مساوی سه. و به یاد چی یاد میشه زاوی های متوافقه دقت کنید زاوی های متوافقه کل چی میشه زاویه متوافق میشه صحیح خب شاگرد عزیز میدونیم که زاویه متف... متوافق با هم چی میشه مساوی میشه دقت کنید من کلش براتون میگم شاگرد عزیز اگر ما شما دو خط موازی داشته باشیم یا خط مقاطع یا مورب بیاید کنه هشت تا زاویه جور میشه که این زاویه های حاده ار چهار با هم مساوی است زاویه های منفرجه هم ار چهارش با هم مساوی میشه سیست خب حالی ما شما نامگذاری کرد متبادل داخلی متبادل خارجی حالا متوافقه رو باید بفهمیم گفتیم که یک تا از داخلی با خارجی چی میشه میشه متوافقه از خارجی اگر بگیریم با داخلی میشه متوافقه پس یک با شش متوافق است دو با پنج متوافق است و زاویه 4 که خارجی است با زاویه داخلی باید بگیری با 8شت میشه متوافقه و زاویه سه که داخلی است با خارجی باید بگیری با 7 میشه چی؟ متوافقه پس سه با میشه چی است؟ متوافق است و با همدیگه چی میشه؟ مساوی میشه درست است؟ پس شاگرد متوافقه را ممکنه سوال با ما شما فقط زاویه متوافقه را بته دقت کنید. مثال. با ما بیشک میته گفته یعنی. دو, دو خط موازی داریم خط دی یک ال 1 با ال 2 موازی است ال 1 با ال 2 با هم موازی است یا خط کج اومه خط کرده خط دی صحیح است گفته که اینی زاویه ما و شما است با عنوان مثال 35 درجه صحیح است گفته شما چه اینی زاویه زاویه یک نامش بگو چند درجه میشه یک مساوی است با چند با 35 درجه صحیح است چرا شاگرد عزیز چون اینی یک با 35 متوافق است خب متوافقش 35 میشه خودش هم چی میشه 35 درجه میشه این داخلی و سی خارجی است سیس به زاویه یک با زاویه 35 درجه مساوی میشه پس 35 با یک متوافقه شد به خاطر متوافقه بودن با هم مساوی میشه درست است خب پس سوال ممکن بشه که با ما شما بتم پس شاگرد عزیز پس زاویه متوافقه رو فهمیدیم چی میشه اما من تختر پاک میکنم دقیقا مثل چی مثل زاویه متوازیه گفتیم اگر زاویه ها با هم برابر باشد 100 درصد دو خط چی میشه موازی میشه حالا در متوافقا به این شکل است اگر شما دو تا خط داشتین و زاویه متوا... نمی نمیدونید موازی است یا یعنی نه خط قاطع یا قطع کرده باشه زاویه های متوافقه مساوی بسازه پس نتیجه میگیریم که دو خط ما و شما باز چی میشه موازی است 100 درصد پس تختر پاک میکنیم چند تا مثال از کار میکنیم درست است خب شاگرد عزیز مثال به شک به شما داده گفته که کدام از دو خط زیل یا زیر با هم دیگه چی است موازی است بانون مثال به با شما داده دو خط داده یک خط تن به شک کرده صحیح گفته اینی هست 50 درجه صحیح اینی هم هست چند چان 50 درجه ای هم است 49 درجه میگم این دو خط ال یک و ال دو با این است یاhostname1 هم هست ال2 یکیم هست دی خط ال2 ال با هم موازی است میگیم نه خیر چرا چون زوایای متوافقش با هم مساوی نشده این 50 است ای یک در داخلی یک تا خارجی گفتیم دیگه نه ای دو خط موازی داخلی يردو میشه یک دو داخلی با خارجی داخل با خارجی متوافقه بود نامش دیگه چون های متوافقش با هم مساوی نیست پس میگیم دو خط با هم دیگه موازی نیست پس نتیجه میگیریم میگیم که چون جناب عزیز چون زاویه های متوافقه برابر نیست پس چی میشه؟ پس خط ال 1 موازی با ال 2 نیست یک تا خط روی موازی میمانیم سیست؟ خب مثال بعد سیست چا یک و سی درجه و هم دماغ شما داده یک و سی درجه یه دو خط موازی میشه شاگرد عزیز این نامش هست ال یک یه هم نامش هست ال دو یه هم هست بانان دیگه خب الیا با هم موازی میشه میگیم بله چرا چون متوافقش با هم چی است متوافقه حاده میشه دیگه یک تا داخل و یک تا خارجی گفتیم دیگه صحیح چون زاویه متوافقه با هم برابر است پس دو خط با هم چی میشه موازی میشه پس نوشته میکنیم چون زاویه های متوافقه متوافقه برابر است پس چی شاگرد های عزیز؟ پس خط ال یک موازی است با خط ال درست است پس شاگرد عزیز فهمیدیم ما زاویه متوافقه را خواندیم امروز و دقیقا مشابه زاویه متبادله میفهمیم اگر زاویه های متوافقه با هم مساوی باشد میتونیم نتیجه بگیریم که دو خط ما و شما 100 درصد موازی بوده درست است اگر زاویه متوافقه برابر نباشد دو خط موازی نیست در رابطه با متبادل هم همین را گفتیم دیگه نه اگر متبادله ها با هم برابر نباشد دو خط موازی نیست اگر متبادله ها برابر باشد دو خط موازی چی موازی است پس فرق نمیکنه هم از متبادله متفاهمیم هم از چی متوافقه پس درس امروز ما شما خلاص شد زوایای متوافق را خواندیم دیدیم که یک یک تا داخلی و یک تا خارجی دیگه حاده با حاده گفتیم منفرجه با منفرجه منفرجه رو چک کنه یا درست است به زوای متوافق را من مارک میکنم پس اینم درس چه خواندیم اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 162 و 164 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز شاگرد عزیز و گرامی پایان درس سوم از فصل ششم خب شاگرد عزیز مانده نباشین به خیر باشین وقت خوش خدا نگهدارتان